درود بر شما همراهان عزیز برای شنیدن اخبار بدون سانسور لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله از جدیدترین رویدادها با خبر شوید بنیگانتز وزیر دفاع اسرائیل گفت زمان اقدام علیه رژیم ایران اکنون است بنیامین نیتانیاهو گفت دولت جو بایدن امکان دارد جهت جلوگیری از عملیات برنامه ریزی شده حمله اسرائیل به ایران اطلاعات مربوط را در رسانه ها فاش کند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفت ارزیابی ما در مورد حمله رژیم ایران به کشتی اسرائیل این بار تفاوت دارد. تمامی گزینه‌ها روی میز است. و اما اسرائیل چراغ سبز حمله به تأسیسات و منافع رژیم ایران را از آمریکا و متحدانش دریافت کرد. گفتگوی آویو فرمانده ستاد کل ارتش اسرائیل با ژنرال مکنزی در مورد حملات مشترک به تأسیسات رژیم ایران. سخنگوی کاخ سفید گفت اسرائیل در مورد پاسخ به حمله رژیم ایران به نفتکش اسرائیلی مستقل است و می تواند هر تصمیمی را اتخاذ کند. در همین رابطه جلسه مشترک فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی به صورت فوری برگزار شد. جلسه مشترک فرماندهان سپاه و ارتش با موضوع بررسی تهدیدها و هشدارهای جامعه جهانی برگزار شد. این جلسه شب گذشته به میزبانی شورای عالی امنیت ملی برگزار و در آن فرماندهان کل سپاه و ارتش، فرمانده هوافضا و نیروی دریایی سپاه تروریستی پاسداران، جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه و برخی از فرماندهان ارتش برگزار شد. جلسه فوق تا نیمه های شب ادامه داشت و در نهایت گزارشی تهیه و از طریق سرلشکر باغری هنگام نماز صبح امروز به علی خامنه جنایتکار حاکم جمهوری اسلامی ارائه شد. محور گزارش فوق حاکی از حراس فرماندهان نظامی و پیشنهاد آماده باش کامل حداقل برای یک هفته بوده است. و اینکه میراس دولت روحانی چیست؟ نگاه امنیتی به همه حوزه های سیاست، اقتصاد، گردشگری ورزش، فضای مجازی، بین الملل و غیره همچنین بیملاحظه ترین چپاول، فساد، پروندهسازی، سرکوب خونین اعتراضات دیماه 96 و آبان 98 شلیک عمدی و هواپیمای اوکراینی و دروغگویی و مخفی کاری های اولیه به قول ظریف تلاش برای علاج تأمین زیرساخت های سرکوب و انصداد کامل چند برابر شدن گروگانگیری خارجی ها و دو تابعیتی ها و اوریان شدن باجگیری با گروگانگیری جنایت نسل کشی با بحران کرونا سقوط ارزش پول ملی و پاسپورت آرت ارزی ترور و آدم روبایی در خارج حمله بیسابقه سابقه به نمادهای تاریخی ایرانی در کتب درسی فریب دنیا با برجام همانطور که صالحی اعتراف کرد قبل از پر کردن نیروگاه آب سنگین میله های سوخت اصلی را با مشابه بدلی عوض کردیم و فقط من و رهبر ایران از این مسئله خبر داشتیم. در تاریخ و آینده خواهند نوشت امنیتی ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی متشکل از بدخیم ترین، جنایتکار ترین و فاسدترین ترین امنیتی ها مثل واعظی رحمانی موحد محمد شریعت مداری، ربیعی، یونسی، آشنا، صالحی، امیری، سلطانی فر، چیتچیان، طیب نیا، حسین فریدون، بازجوی جوان، آذری جهرومی، ابوالحسن فیروزآبادی، حبیب حقیقی، علیرضا رشیدیان و غیره از مغول بدتر کردند با ایران. احمد زیدآبادی اصلاح طلب نوشته: میخواست اما نتوانست چون نمیشد. اینکه میخواست نقطه قوت او بود اینکه نتوانست همش تقصیر او نبود. تقصیر اصلی او این بود که ندانست نمی شود و هنگامی هم که دانست نمی شود حقیقت را پنهان کرد و به تقلای بیهوده افتاد و بسیاری از مردم را به خشم آورد و اما ما میدانیم این رژیم از روز اول دست نشانده کسانی است که به آنها دشنام میدهد. و آرزوی مرگ برایشان می کند. به نامه دجال به کندی و کمک های کارتر توجه شود. نقش اصلاح طلبان دقیقا توجیه عملکرد فرقه مافیایی دو سالار و بیگانگان در قالب واجه های دو پهلو و روشنفکرانه است و مزدوریشان را باید فریاد کرد. بخشی از مافیای حاکم نظام را با استفاده از مذهب توجیه عقیدتی می کند. و بخشی دیگر توجیه سیاسی و هر دو جناح پنهانی نرد عشق میبازند و ایران و ایرانی را قارت می کنند. زید آبادی های امنیتی اگر نمی توانست چرا پذیرفت؟ اگر شما میدانستی چرا حمایت کردی؟ پس از چهل و دو سال جرم و جنایت و فساد و دزدی آن هم با آن برادر مجرمش چه چیزی را می خواست؟ شما نمیدانی که کار آخوند انیرانی پنهانسازی حقیقت است؟ آخوند کراواتی ما هم میدانیم ویرانی ایران کار یک تیم مزدور و سیستمی مافیایی است که خود شما و سایر دوستانت در آن نقش دارید و دفاعتان را دفاع یک مزدور امنیتی از دیگر مزدور امنیتی میدانیم دنباله همان روشن فکران پنجه و هفتی هستید که فقط معمولیتتان ویرانی ایران است. و اما گاهم باید از خود پرسید روباه بنفش به کجا وصله که انواع اتهامات را در مجلس به او میزنند برادر و معاونش متهم به انواع دزدی ها و راندخوری ها هستند. قرارگاه خاتم انواع قرارداد پرسود مالی را با آنها میبندد. مناظرات انتخاباتی را به یاد آورید که کاندیده های محترم انواع حملات را به هم کرده یا انواع تهمت ها را به هم میزنند و در پایان دست در دست هم گل میگن و گل میشنوند توجه کردید که زمانی در جال هندو خطر دانشگاه را از بمب هسته بالاتر میدانست اما امروزه همه فرقه مافیایی دکتر و مهندس تشریف دارند بدون آنکه دیپلم معتبری داشته باشند و احمد خاتمی خواستار قطع ارتباط اینترنت ایران با جهان شد او گفت آمریکا میخواهد جوانان ما را با شهوت آشنا کند مطالبه نخست ما از رئیسی اینترنت ملی است تاکتیک جدید ملایان برای پر کردن جیب گشادشان اینترنت را مانند ماهواره جرم تعریف کنید برایش حبس و مجازات و جریمه نقدی تعریف کنید. درآمد قوه قضاییه را تضمین کرده اید. ورود رسیور را توسط برادران قاچاقچی و از طریق اسکله های در اختیار شروع کنید و به چند برابر قیمت بفروشید و درآمد سپاه را تضمین کنید. هر سه اپراتور را به بورس بردن و ابتدا قیمت سهامشان را بالا بردن و سپس به مردم فروختند و جیبشان را خالی کردند. جهل و خرافه را ترویج و روشنگری را تعطیل و آگاهان را زندانی کردند پلیس و مردم را مقابل هم قرار دادند روحانیت و سایر مردان خدا زشتی های اینترنت را به مناسبت های مختلف بر سر منابر و رسانه ها بگویند و در پایان آن را به آمریکا و اسرائیل نسبت بدن. سلطان رسیور و اینترنت ای ساختند و اعدام کردند حکایت همان حکایت ممنوع اعلام کردن آروغ زدن توسط حاکم وقت است و اما محمد مخبر معاون اول رئیسی نوچه گلپایگانی و مهمترین معتمد مافیای بیت رهبر او با تأسیس بنیاد برکت تصاحب سهام بنیاد تعاون سپاه و کل بنیاد پانزدهم خرداد ستاد فرمان امام را قلب کارتل رهبر کرد و حالا معمور در دولت شد بزرگترین جنایت او بلوف تولید 22 میلیون واکسن تا امروز بود در میان فاسدترین مدیران جمهوری اسلامی محمد مخبر شبیه قاسم سلیمانی است او در حوزه فساد مثل سلیمانی حریس قاسب، شبکه ساز، مداخلگر، رجزخان، پشت پرده و مطیع تمام ایار خامنه است. کارکرد مافیایی بنیاد برکت، جیب بیت و بنیاد تعاون سپاه، جیب سلیمانی نیز شبیه بودن. سرداران فساد. به نظر شما در دولت جدید رئیس جمهور کیست؟ آیت الله دکتر رئیسی با شش کلاس سواد و بدون سواد حوزبی؟ شطور مرقی که نه شطور است که بار ببرد و نه مرقی که تخم بگذارد رئیس آن است که تا هفته پیش یک میلیارد دلار برای تولید واکسن گرفته چه کسی گفت با روسیه قرارداد 22 میلیون دوز واکسن بستیم اما روسیه به تعهدش عمل نکرد چه کسی با کوبا قرارداد تولید واکسن بست و بعد ادعا کرد کوبا به قراردادش عمل نکرد قضاوت با شما و قطر به زینب سلیمانی دختر فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه دکترای افتخاری اعطا می کند و 500 میلیون تن ذخایر مس در بلوچستان کشف شد شناسایی ذخیره خوب تیتانیوم در بلوچستان سهشنبه شنبه 12 مرداد 1400 سپاه پاسداران جهت غارت این منابع در بلوچستان اعلام آمادگی کرد و البته همچنین جهت کشتن بلوچ ها. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بلوچستان گفت تا کنون در بلوچستان 37 تن طلا شناسایی شده و ذخیره خوب تیتانیوم در منطقه فنوچ نیز شناسایی که سرمایه گذاری توسط یکی از شرکت های مدنی وابسته به سپاه پاسداران جهت ایجاد معدن و صنایع وابسته در حال انجام است. همچنین سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف گفت بر کسی پوشیده نیست که امام زمان در طول این 1166 سال غیبت از سنت پسندیده ازدواج چشم پوشی نکرده است. قطعا نوادگان ایشان نیز در زمره امامزادگان قرار دارند. منابع مالی سازمان برای این امر کافی نیست. انتظار می رود سایر سازمان های مرتبط با ما همکاری لازم را داشته باشند و دولت بودجه خاصی برای شناسایی قبور متبرکه این عزیزان در نظر بگیرد. بهانه جدید برای قارت جیب مردم. در مورد قارت گفتیم. بد نیست در مورد داماد ولایتی بدونیم. داماد ولایتی به جای لنگ پوشیدن و نان خشک خوردن مدیرعامل تاراز فولاد شد طبق این سند محمد رضا جعفر آقایی داماد علی اکبر ولایتی به ریاست شرکت تاراز فولاد از شرکت های زیر مجموعه فولاد مبارکه منصوب شد چندی پیش نیز درباره فعالیت های بساز و بفروشی پسران ولایتی مدارکی افشا شده بود افرادی که اقوام ولایتی هستند و ولایتی فردی است که مردم ایران را به خوردن نان خشک و پوشیدن لنگ تشویق می کند. دو انگل علی اکبر بلایتی مشاور خامنه ای و حداد عادل پدرزن مشتبا خامنه ای. زندگی و هست و نیست و سیاست و آینده یک کشور در دستان این هاست. شگفت آور نیست؟ مشخص شبا مواد درجه می میزنند و صبحها میخوابند علی اکبر ولایتی نفسش بالا نمی آید و در مراسم تنفیز مدام چرت می زد. ولی همچنان برای خوشایند کمونیست های بیدین دم تکان می دهد. وی دارای سی و هفت شغل و سمت حکومتی بوده و به آلزایمر هم مبتلاست. شرق. یعنی همکاری و روابط راهبردی با چین با هند با روسیه این میتونه کمک بکنه به پیشرفت اقتصادی ما لطفاً با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید سپاس